این هفته پاپ و ربات، هوش مصنوعی و ماهیگیری و بازی و رابی ویلیامز. I'm loving angels a bit. اینجا آتلیه لومیر پاریسه و یک نمایشگاه دیجیتال مسحور کننده از بنیاد کالچر اسپیسز، بنیادی در فرانسه که تخصصش برگزاری نمایشگاه ایمرسیو یا دربرگیرنده است. این فضا در اصل یک کارگاه ریختگری قرن 19 بوده که با نقاشی های ونگوک زیر و روش کردند. بازدید کننده ها ضمن احاطه شدن در آثار ونگوک میتونن تأثیر نگارگری ژاپنی رو هم در کارهاش ببینن. این نمایشگاه، یا بهتر بگیم این تجربه صوتی تصویری، زندگی و آثار این استاد هلندی رو بازسازی میکنه. آثار ون گوگ رو با پیشرفته ترین جلبه های بصری و با 140 پروژکتور لیزری تبدیل کردن به تصویرهای متحرک حیرت انگیز روی دیوارهای 10 متری. بازی دیجیتالی که با این آثار انجام دادن عمق تازه‌ای به کار ون گوگ داده. واقعا احساس میکنی بردن گذاشتنت وسط نقاشیش تجربه غریبیه. آدم احساساتی میشه. یکی از اهداف بانیان نمایشگاه اینه که هنر رو فراگیرتر کنند. امیدشون اینه که تعاملی بودن نمایشگاه با اسمش نسل جوانتر جذب بشن و شاهکارهای هنری رو از یک دریچه مدرن و تازه ببینند. حالا که صحبت قدیم و جدید شد، بد نیست از برخورد یکی از کهن‌ترین نهادها با فناوری نو بگیم. نقش کلیسای کاتولیک در پژوهش‌های روبوتیک. این روزا هر جا میری حرف رباته. از زمین بدمینتون گرفته تا غذاخوری و سومه و کارخونه، ربات‌ها به اشکال مختلف در زندگی ما نقش دارند. در شرایطی که جمعیت خیلی از کشورها رو به پیری میره، مسئله دسترسی به پزشک و نگهداری از سالخوردگان جدی‌تر شده و از حوزه‌ای که روباتیک میتونه به کار بیاد. برای حفظ نظم و حتی جنگ، سامانه‌های خودکار برای خودروهای پلیس و پهپادها راه افتادند. ضمن اینکه شبکه 5G هم به زودی راه خواهد افتاد و وقتی راه بیفته، قابلیت این دستگاه به صورت تصاعدی رشد می‌کنه. این تحولات باعث شده خیلیا موضوع مسئولیت پذیری رو مطرح کنند، مسئولیتی که باید همراه این توانایی ها بیاد. این موضوع نه فقط در سیلیکون ولی، که در قلب یکی از ادیان بزرگ جهان طرح شده. کلیسای کاتولیک در واتیکان از دانشمندان و اخلاق شناسان دعوت کرده درباره این موضوع بحث کنند. شخص پاپ فرانسیس هم نامه خطاب به جامعه بشری نوشته و تاکید کرده که باید رابطه انسان و فناوری‌های نو بیشتر مطالعه بشه. پاپ این نامه را در افتتاحیه همایشی به نام روبوتیکس، بشر، ماشین و سلامت به دانشگاه زندگی که وابسته به کلیسای کاتولیک و برگزار کننده این همایشه ارائه داد. Un progetto che ora in un contesto in cui i dispositivi tecnologici sempre più sofisticati coinvolgono direttamente le qualità umane del corpo e della psiche diventa urgente condividere con tutti gli uomini e le donne impegnati nella ricerca scientifica nel lavoro di cura. یکی از ستاره‌های اصلی این همایش هیروشی ایشیگورو، استاد ژاپنیه که ربات‌های انسان‌نمای زیادی ساخته. I'm a Geminoid. I'm a copy of Professor Ishiguro. آقای ایشیگورو در بعضی همایش‌ها به جای خودش ربات می‌فرسته، اما این بار خودش هم اومده. من متوجه شدم خیلی مهمه که درباره مسئله اخلاق در روباتیک بحث بشه. ضمن اینکه ایتالیا و واتیکان هم برای روباتیکس خیلی مهمن. برای اینکه ربات به نوعی کپی انسانه. بنابراین بهتر مورد تایید واتیکان هم باشه. شرکت هوندا واقعا این کار رو کرد. وقتی پروژه آسیمو رو شروع می‌کردن، اومدن واتیکان که تاییدیه بگیرن. به نظر من این کشور منشأ علوم انسانیه. پروفسور ایشیگورو تصویرش از آینده بشر رو در همایش ارائه کرد. جهانی که آدم‌ها به ربات بدل میشن و جسم و گوشت و خونشون رو پشت سر میگذارن.
نکته مهم اینه که اگر شما بدنهای مکانیکی رو بپذیری، میتونی به هر شکلی که میخوای درش بیاری، به شکل انسان یا به شکل وسیله حمل و نقل، هر شکلی که بخوای. این یعنی تنوع و گونه‌گونی، درسته؟ و تنوع با تکامل سازگاره. البته پروفسور ایشیگورو معتقد چندین هزار سال مونده تا به جایی برسیم که شکل انسانی کنونی رو رها کنیم، و با این حال خیلی از همین تصویر هر چند دور هم خوشنود نیستند. این رویا نیست، کابوسه. هرگز نمیشه الگوریتم و عشق رو ترکیب کرد، یا الگوریتم و هنرمند رو، یا الگوریتم و یکم دیوانگی رو که بخشی از ما آدم هاست. من همین بشر محدود رو به اون کمال سرد و بیروح ترجیح میدم. پروفسور ایشیگورو میگه روزی میاد که بشر با گسترش رابطه‌مون با ربات‌ها و پذیرفتنشون در خونه‌هامون، برای ربات‌ها هم حقوقی مثل حقوق بشر تعریف می‌کنه، که البته دولت‌های اروپایی با این نگاه موافق نیستند. ما قبول نداریم که هوش مصنوعی یا ربات‌ها هم باید مثل بشر حقوقی داشته باشن. حق مال انسانه. فرض کنیم یک روز رباتی ساخته بشه که دقیقاً مثل یک انسان رفتار کنه، یعنی شکل انسان باشه، مثل انسان حرکت کنه، مثل انسان با حرکات صورتش احساساتش رو بیان کنه. چطور باید بفهمیم که این موجود روح داره یا نه؟ این موضوعی که باید در موردش بحث بشه که اساساً یعنی چی؟ از نظر بیشتر کسانی که اینجا جمع شدن، تصور این که همچنان انسان باشی ولی روح و جسمت کاملا به دو موجودیت غیر زنده مجزا تقسیم شده باشه غیر ممکنه. اما با توجه به سرعت پیشرفت فناوری، این بحثا همچنان ادامه خواهد داشت. اخیراً اتحادیه اروپا رهنمودهایی در مورد اخلاق در هوش مصنوعی منتشر کرد. طبق این رهنمودها، الگوریتم‌ها نباید بین آدم‌ها بر مبنای جنسیت، نژاد یا سن تبعیض قائل بشن، و اینکه در اروپا باید همیشه به کاربرها اطلاع داده بشه که با یک الگوریتم طرفند، نه با انسان دیگه. اوایل امسال واتیکان و مایکروسافت یک جایزه بین‌المللی برای اخلاق و هوش مصنوعی تعیین کردند. در حاشیه اعلام خبرش پاپ فرانسیس با براد اسمیت مدیر مایکروسافت هم دیدار کردند. کلیسای کاتولیک قراره در نشست سال آیندهش هم به اخلاق هوش مصنوعی بپردازه و بررسی ارتباط انسان و فناوری‌های نوظهور رو ادامه بده. احتمالاً این بحث نه فقط بر آینده کار ما انسان‌ها، که روی تعریف انسان هم اثر می‌گذاره. این هفته یک پهپاد برای اولین بار عضوی از بدن انسان را جابجا کرد. کلیه پیوندی در مریلند از فاصله حدود 5 کیلومتری به دست جراحان رسید. مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک از تدابیر جدیدی برای بهبود حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد. این تدابیر مواردی از جمله ایجاد امکان دیدن نوشته‌های دوستان بدون تبلیغات و یک پیام رسان رمزگذاری شده رو در بر می‌گیره. هرچند همزمان یک امکان دوستیابی تازه از کاربران می‌خواد اطلاعات بیشتری رو هم رسان کنه. در این حال دولت بریتانیا در صدد معرفی قانون تازه‌ای که بر پایه اون دستگاه‌های متصل به اینترنت باید یک حداقل ویژگی‌های امنیت سایبری رو داشته باشند. بر این اساس همه دستگاه‌هایی که در بریتانیا به فروش می‌رسند باید مجهز به گذرواژه ویژه‌ای باشند و همچنین مشخص باشه که هر چند وقت یک بار به روزرسانی امنیتی میشن. افزون بر این، برای گزارش موارد آسیب‌پذیری باید شماره‌ای برای تماس در نظر بگیرید. و در پایان، چهره‌های ساخته شده توسط هوش مصنوعی رو قبلا دیده بودیم، اما نظرتون در مورد آدم‌هایی که با هوش مصنوعی ساخته شدن چیه؟ این تصاویر واقع نما رو شرکت ژاپنی دیتا گرید ساخته، با چهره، مو و حتی لباس. نظر میرسه برنامه تلویزیونی نوسازی خونه ها خودش داره نوسازی میشه.
اینجا پشت صحنه یکی از برنامه‌های جدید بی بی سیه که برای نوسازی خونه‌ها از واقعیت مجازی استفاده می‌کنه و نتیجه کار رو قبل از شروع کار نشون میده. تصورم کلاً یه چیز دیگه بود. طبعاً شرکت کننده ها احساساتی هم میشن و یکی از مشکلات تهیه کننده برنامه خانه رویایی همینه. مدلمون میخواد برنامه واقعا احساسی بشه، ولی وقتی شرکت کننده ها سربند میزنن انتقال و نشون دادن این حس به بیننده سخته. البته صداهای خیلی خوبی میشه ضبط کرد. واکنشی که مردم با آه کشیدن یا صداهای دیگه در میارن واقعا جذابه. برنامه اینجوریه که دو معمار طرحشون رو ارائه میدن و صاحب خونه اول نتیجه نهایی کار هر دو نفر رو با واقعیت مجازی میبینه، بعد انتخاب میکنه. اول نمیتونستیم تصمیم بگیریم چی میخوایم. من دوست داشتم حیاط رو نگه داریم، گاراژ رو خراب کنیم، ولی نهایتا برعکس شد. آره، عوض شد. دیدن واکنششون خیلی جالبه. هم واکنششون به خونه، هم به عینک واقعیت مجازی که تا حالا به چشم نزدن. خیلی هوشمندانه بود. اینکه همه چی اینقدر واقعی بود، با ابعاد واقعی، انگار که توی خونه بودی. حس عجیبیه که نمیتونی بری این ور اون ور، چون واکنش طبیعی آدمی که توی خونه است اینه که بره این ور اون ورش رو ببینه، ولی با این عینک نمیتونی بری. ولی بعد از یک مدت که عادت میکنی خیلی خوبه. خیلی واقعی بود، تجربه عجیبی بود. از نکات دیگه این برنامه که بگذریم، تصویر واقعیت مجازیش خیلی شفاف و عالیه. انگار اونجایی، همه چی واقعیه. آدم میخواد دست دراز کنه شیر آبو بگیره. 360 درجه بودنش هم عالیه. تنها مشکلش اینه که نمیشه راه رفت. یعنی اگه مثلا در دنیای واقعی جلو بری، اون تو به جایی نمیرسی و ممکنه بخوری به چیزی. انتخاب عینک سامسونگ گیر باعث شده به نسبت بعضی عینک‌های واقعیت مجازی دیگه محدودیت فیزیکی داشته باشن. اول با اوکولوس آزمایش کردیم، بعد با وایب. دیدیم اگه بخوای تصویر متغیر بسازی که شرکت کننده بتونه هم ببینه هم این ور اون ور بره، باید کیفیت تصویر رو بیاری پایین یا یه سوپر کامپیوتر وصل کنی بهش، که به خود اونم باید یه سیستم تهویه و یه سیم وصل کنی. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اولویتمون باید مخاطب باشه و اون همه آدمی که قراره روی صفحه تلویزیون این برنامه رو تماشا کنن. بنابراین دنبال راهی بودیم که تصویر نهایی همون تصویری باشه که شرکت کننده میبینه و بهترین راه حل این بود که یه گرافیک 360 درجه بسازیم که کیفیتش بالا باشه و بشه توی سربند سامسونگ پخشش کرد. البته بازسازی خونه به کمک واقعیت مجازی فقط مخصوص برنامه تلویزیونی نیست. با یه سربند مقوایی هم میشه این کارو کرد. یکی از اپلیکیشن هایی که این کارو میکنه دی پلان 5 که در نسخه اندرویدش میتونین از سربند استفاده کنین. پروژه جدید تعریف کردن راحته، ولی وارد کردن همه جزئیات وقت میگیره. اول باید اندازه های اتاق ها رو بدونی. حتی میتونی رنگ و شکل کف خونه و دیوارها رو هم انتخاب کنی که نزدیکترین حالت ممکن به واقعیت بشه. بعد میتونی اجزای مختلف رو با اندازه های دقیقشون جابجا کنی، ببینی چی کجا خوب میشه، کجا خوب نمیشه. واقعا شبیه اتاق خونه میشه. جزئیاتی که با آدم نشون میده واقعا خارق‌العاده است. خلاصه تردیدی نیست که واقعیت مجازی به درد معماری و طراحی داخلی میخوره. موضوع فقط اینه که مردم در عمل چقدر حاضرن مایه بذارن که نتیجه کار مثل چیزی بشه که دیده بودن. حالا بیایم بریم سراغ بازی‌های کامپیوتری. صنعتی که از یک سرگرمی توی شهر بازی تبدیل شده به یک هنر خلاقه که از جنبه فرهنگی به اندازه موسیقی و فیلم مهمه. یکی از جاهایی که میشه این پدیده رو از نزدیک دید جشنواره بازی لندنه که در نقاط مختلف شهر فعالیت‌های مرتبط با بازی‌های کامپیوتری رو ترتیب میده. مارک کیزلک به چند تاشون سر زده. جشنواره بازی لندن جاییه که بازی‌های کمتر شناخته شده و سازنده‌های مستقل
فرصت پیدا میکنن کنار پرطرفدارترین بازی‌ها و سازندهای بزرگ بدرخشن. جشنواره با برنامه EGX Resets شروع میشه که پر از بازی‌های مستقله که به اندازه بازی‌های بزرگ و معروف سر و صدا رو انداخته. این بازی اکسیوم ساکره، یه چیزی بین فوتبال و بازی‌های بکش بکش. من هم مثل شما اول که شنیدم گفتم این دیگه چه معجونیه، ولی یه خورده که بازی کنین متوجه میشین که اگه به جای بازیکن یه سری ربات پرنده توپ رو توی زمین این ور و اون ور میکردن، کیفیت فوتبال لیگ برتر هم کلی بهتر میشد. اون توپ رو از جلوی دروازه بزن کنار، توی دروازه. اکسیوم ساکر محصول شرکت اثبانت واقع در شهر داندی بریتانیا. تیم سازنده به فکر اینه که از این ترکیب فوتبال و ماشین‌های پرنده یه ورزش با تماشاگر در بیاره. این بازی فقط برای کسی که بازی میکنه طراحی نشده، با این فرض طراحی شده که قرار تماشاچی داشته باشه. کلن پخش زنده بازی کامپیوتری روی اینترنت در 5 سال گذشته خیلی زیاد شده. نظر ما اینه که در مرحله بعد تماشاچی ها هم در بازی نقش خواهند داشت، نه اینکه بازی کنن، مثلا شبیه تماشاچی فوتبال توی استادیوم. این مجموعه اشیاء ظاهراً بی ربط در حقیقت پیش پرده احساس عجیبیه که وقتی با واقعیت مجازی بازی تون آف فدرس یا یک تون پر رو بازی میکنین بهتون دست میده. چیزی که من اینجا میبینم چند تا مونیتور CRTه، یه چیزی شبیه ضبط صوتهای قدیمی و یه عروسک. ماجرا چیه؟ راستش هدف اول من این بود که یه چیز تماشایی درست کنم که مردم نگاه کنن. ضمن این که میخواستم مردم از این تجربه یه چیزی هم برداشت کنن. بنابراین موسیقی اصلی بازی توی ضبط صد روی کاست پردازش میشه و روی نوار ضبط میشه. آخر بازی بازیکن میتونه نوار صداهای ماجرایی که توی بازی براش اتفاق افتاده رو با خودش ببره. قرار شد خودم امتحان کنم. بازیش یه داستان مانندی هم داره، یه معما در مورد یه قاتل زنجیره‌ای، ولی خیلی سریع معما حل میشه. خلاص. و بیشتر شبیه یه جور کشف و شهود در مورد بازی. مثل یه کابوس 8 بیتی میمونه که دیوید لیچ و مکس هدروم با هم ساخته باشن. آخرش جایزه هم گرفتم، نوار صوتی کل بازی. فقط معلوم نیست ضبط صوت رو باید از کجا پیدا کنم. اینجا در سامرست هاوس یه نمایشگاه دیگه برقراری به اسم حالا این بازی رو کن که به ظرفیت هنری فناوری بازی‌های کامپیوتری می‌پردازه. اونایی که اهل بازی کامپیوتری‌ان می‌دونن این چیه. دستگاه سرگرمی نینتندو. درست این نینتندوی 30 سال پیشه. ولی کنترلش رو که دقیق نگاه کنی، به جز یک دکمه همه دکمه‌ها رو برداشتن. سوال اینه که با یه دکمه چجوری میشه بازی کرد؟ جواب اینه که به کمک 8 نفر دیگه. هر کنترل فقط یه دکمه داره که یه کار مشخص می‌کنه. دویدن به چپ، دویدن به راست، پرش و غیره. یه گروه لازمه که هماهنگ باشن و با هم بازی کنن. حدود 10 سال پیش، فکر کنم سال 2006، یه نفری توی یه گروه اینترنتی یه چیزی نوشته بود در مورد کسانی که ناتوانی جسمی یا ذهنی دارن. سوالی که برای همه پیش اومد این بود که تاریخ بازی‌های کامپیوتری چی میشد اگه کنترل‌ها فقط یه دکمه داشت و افرادی که توانایی دستشون محدوده هم میتونستن بازی کنن. اولین پیشنهادی که یکی مطرح کرده بود یه کنترل نینتندو بود که فقط کلید A داشت. من گفتم اینو میسازم. میخواستم اون تصویر رو به واقعیت بدل کنم و ببینم بازی چه شکلی میشه. حتی یه بازی ساده مثل تتریس دیگه فقط این نیست که جعبه‌ها رو درست کنار هم بچینی، بلکه میشه یه تصمیم گیری جمعی که هر جعبه رو کجا بذاری. یعنی همه بازی‌ها چند نفره میشه. آدم انتظار نداره توی جشنواره بازی کاراوکه ببینه، ولی مالاپروپیک کاراوکه هنر آوازخونی رو به یک مرحله جدید برده. دستگاه آهنگای معروف پخش میکنه، ولی همزمان شعر هم میسازه. شعری که هیچ ربطی به شعر اصلی نداره، ولی وزن کلماتش کم و بیش درسته. این هم یه نمونه دیگه که نشون میده مدام باید تعریفمون رو از بازی‌های کامپیوتری عوض کنیم، حتی اگه تعریف جدید گوش خراش باشه. همه گزارش‌هایی که تا الان دیدین درباره چیزهای قدیمی بودن که به نوعی با فناوری نو می‌شدند.
حالا میخوام بریم سراغ چیز قدیمی دیگه، سوشی. پارسال که به ژاپن رفته بودم سر زدیم به یک منطقه ماهیگیری، جایی که هوش مصنوعی به کمک صنعت ساخت سوشی اومده. بعضی معتقدن یکی از علل اینکه ژاپنیا بیشتر از مردم کشورهای دیگه عمر میکنند رژیم غذاییشونه. اما مشکل اینجاست که نرخ زاد و ولد در ژاپن پایینه و جمعیت داره پیر میشه. در نتیجه تأمین نیروی کار روز به روز داره سخت‌تر میشه. کمی دورتر از ساحل پرورشگاه ماهی دانشگاه کیندای مستقره. اینجا سالی 12 میلیون ماهی سیبریم یا سیم قرمز پرورش میدن که همشون خوراک ژاپنیا میشن. ماهیگیری از صنایع خیلی کهن ژاپنه، ولی اینجا دارن کم کم شیوه کار سنتی رو عوض میکنن. اینا ماهیای پرورشی هن. هر کدوم حدود 2 سال تو این حوضچه ها زندگی می کنن. بعد اونا رو به پرورشگاه های دیگه می فروشن. کمی که بزرگتر شدن در نهایت فروخته می شن به رستوران ها. الان به نظر همه چی آروم میاد، ولی سالی یک بار اوضاع حسابی شلوغ پلوغ می شه. یک بار در سال ماهی ها رو از حوضچه می گیرن که بفروشن. کاریه که با دست انجام میشه و نیروی کار فراوون میخواد. نیروی کاری که این روزها سخت‌تر پیدا میشه. وقتش که بشه باید چند روزه میلیون ها ماهی رو بررسی کنند و این کار عملی نیست مگر اینکه با حد اکثر ظرفیت و توان کار کنند. پیش از این مسئولیت این کار با این آقا بود. کارش اینه که با این دکمه که دستشه سرعت فرایند رو تنظیم کنه و بهش نظم بده. اگه کند باشن نمیرسن که همه ماهی ها رو بررسی کنند. اگه زیادی سریع باشن ممکنه یک بخش از کار عقب بمونه. به ظاهر ساده است، اما این وظیفه رو فقط به کارگرهای خیلی ماهر میسپارند. بهتر بگیم تا الان اینجوری بود، تا پیش از ورود هوش مصنوعی به کارزار. کارگر هوش مصنوعی که جایگزین شده یاد گرفته ماهی ها رو در حالی که از توی پمپ میان بیرون تشخیص بده و بشماره. به این ترتیب میتونه مثل همون سرکارگر ماهر سرعت کار رو تنظیم کنه. پیش از این یه نفر باید از صبح زود تا غروب سرعت ورود ماهی ها رو تنظیم میکرد. بنابراین باید یه کارگر خیلی ماهر رو تمام روز میذاشتیم سر این کار. با این سیستم میتونیم اون نیروی کار زبده رو جای دیگه به کار بگیریم. مسئولان دانشگاه مدعیان که کارگر هوش مصنوعی با دقتی بیشتر از 90% یک آدم متخصص کار میکنه. البته خب به خوبی آدم نیست، ولی به اندازی هست که استخدام بشه. پشت صحنه نرم افزارشون روی بستر پردازش ابری مایکروسافت کار میکنه. مایکروسافت هم مثل گوگل و آمازون داره از رشد هوش مصنوعی حسابی سود میبره. نکته جالب اینه که چقدر استفاده از هوش مصنوعی آسون شده. یعنی هوش مصنوعی روی کلاود در دسترسه. کافیه بهش وصل بشین و کارش رو انجام میده. به نوعی میشه گفت هوش مصنوعی دموکراتیزه شده و در دسترس همه است. یعنی به جز در صنایع تولیدی و در بخش فروش که آدم انتظارش رو داره، در صنایع دیگه مثل تولیدات کشاورزی و آبی هم به کار گرفته میشه. رشد وحشتناک خدمات ابری یا کلاد باعث شده حتی در دورافتاده ترین نقاط دنیا هم به توان پردازشی تخصصی مثل این دسترسی داشته باشیم. در بخش‌های دیگر پرورش ماهی هم دارن سعی می‌کنن کارهایی رو که دستی انجام می‌شده خودکار کنن. مثلا حسگرهایی دارن که به اینترنت وصله و شرایط محیطی داخل محفظه‌ها رو اندازه می‌گیره. امیدوارن در آینده از این داده‌ها برای بهبود نگهداری و پرورش ماهی استفاده کنند. دانشگاه کیندای داره فایده حذف کارهای زائد مثل اندازه گرفتن سرعت نقاله‌ها رو در عمل می‌بینه. ولی داده‌هایی که جمع میشه میتونه در کارهای مختلف دیگه هم به درد بخوره. میشه باها شرایط محیطی یا وضعیت رشد ماهی‌ها رو اندازه گرفت و در نهایت کیفیت ماهی و حجم تولید رو بهتر کرد. فعلا فقط یک کار رو به ماشین واگذار کردند، ولی دارن بررسی میکنن که آیا کارهای پیچیده‌تر در فرایند چک کردن و مرتب کردن ماهی‌ها رو هم میشه بدون دخالت انسان انجام داد یا نه. اگه موفق بشن یعنی باز هم در نیروی کار صرفه‌جویی کردند که در ژاپن با وضعیت فعلی جمعیت و کمبود نیرو کاری ضروریه. به نظر میرسه هوش مصنوعی در حل مسائلی مثل این خیلی پیشرفت کرده و احتمالاً در آینده نزدیک در فعالیت‌های مشابه این هم استفاده میشه، ولی هنوز به نقطه‌ای که طرح‌های انقلابی در عمل پیاده بشن نرسیدیم. یه جورایی انگار هنوز اول راهیم. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه را در وبسایت ما ببینید به نشونه bbcpersian.com/click. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسه @persianclick. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.